کابینه عربستان سعودی روز چهارشنبه به پیوستن ریاض به سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو ناظر چراغ سبز نشان داد که نخستین گام در راستای عضویت دائم محسوب می شود. سازمان همکاری شانگهای که یک سازمان اوراسیایی برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی، سیاسی و اقتصادی بین دولتی است و در سال 2001 با عضویت چین، روسیه و جمهوری‌های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای مرکزی تأسیس شد، امروز هند و پاکستان را نیز در بر می‌گیرد و هدف ایجاد وزنه‌ای علیه نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه را دنبال می‌کند. ایران هم از اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای است که سال گذشته درخواست عضویت کامل خود را ارائه کرد. چین همچنین به عنوان میانجی توافق اخیر تهران و ریاض برای برقراری مجدد روابط دیپلماتیک معرفی شده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده پیوستن عربستان به سازمان همکاری شانگهای از محورهای سفر دسامبر گذشته شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به ریاض بود. روز گذشته آرامکو شرکت نفت دولتی عربستان از نهایی شدن طرح ایجاد تأسیسات مشترک پتروشیمی چند میلیارد دلاری در شمال شرق چین خبر داد. تحکیم روابط عربستان سعودی و چین سبب بروز نگرانی‌های امنیتی جدیدی در واشنگتن شده که ریاض از متحدان سنتی آن محسوب می‌شود. ایالات متحده میگوید تلاش چین برای افزایش نفوذ خود در مناطق مختلف جهان خلل و تغییری در سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه پدید نخواهد آورد و آمریکا یک متحد فعال امنیتی در منطقه باقی خواهد ماند.